به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ. نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. از آن پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خدا درود بیکران بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، هموطنان گرامی. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه داستانهای شاهنامه، شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه در خدمت شما عزیزان هستم. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، همچنان در فصل پرفراز و فرود خسرو نوشین روان هستیم. شاه مقتدر ساسانی بعد از بخش داستان کفشگر و نوشین روان میرسیم به این بخش، بخش پرسش موبدان از هرمز، یا پرسش بزرگمهر حکیم از هرمز. از نظر تاریخی و همچنین به روایت شاهنامه، این هرمز چهارم هست، فرزند نوشین روان و پادشاه قبل از خسرو پرویز، شاه مشهور ساسانیان. دین هرمزد دین زرتشتی بود. در همین بخش میرسیم به ولیعهدی هرمزد، جانشین شدن او و البته سالهای پایانی خسرو نوشین روان. ببینیم پرسش موبدان از هرمزد و البته به رسم همیشگی که در سرآغاز هر داستان حکیم فردوسی خطبه‌ای دارد، بشنویم خطبه آغازین این داستان. بعد از مشورت با یاران، دستور داد از لانه عقابی چهار بچه عقاب رو شبانه بدستند و بیاورند. آوردند، همی پرورانیدشان سال و ماه، به مرغ و کباب و بره چنگاب. چون نیرو گرفتند هر یک چو شیر، برانسان که غور اندر آرند زیر. قوی که شدند ز عود قماری یکی تخت کرد، از چوب عود شهر قمار شهری است در هند، یک تخت ساخت، چهار پایه، چهار نیزه، چهار شبانه روز هم به این چهار عقاب گوشت نداد. بینداخت بر نیزه رام بره، ببستند در آن کار دل یک سره. پای عقاب‌ها رو بست به این پایی، لباس رزم پوشید. سراینده دهقان آموزگار چه گفت اندر این گردش روزگار؟
که روزی فراز است و روزی نشیب. نشیب در اینجا منظور پستی و ذلت هست در مقابل فراز، یعنی بلندی و عزت. که روزی فراز است و روزی نشیب، گهی با خرامیم و گه با نهیب. خرام، خرامیدن یعنی با ناز و آرام رفتن، در اینجا در این بیت به معنای شادی هست و آسایش. نهیب هم یعنی ترس و بیم و نگرانی. سرانجام بستر بود تیر خاک، یکی را فراز و یکی را مغاک. فراز در اینجا یعنی جای بلند و مغاک یعنی جای گود، جای پست. نشانی نداریم از آن رفتگان، که بیدار و شادند اگر خفتگان. اگر یعنی یا، به معنای یا هم هست در اینجا، بدان گیتی ار چندشان برگ نیست. ار در واقع همان اگر هست، برگ نیست، برگ یعنی وسیله، مایه، همان به که آویزش مرگ نیست. آویزش یعنی درگیری، جدال. اگر صد بود سال، اگر بیست و پنج، یکی شد چو یاد آوید از روز رنج. چه آن کس که اندر خرام است و ناز، چه آن کس که او راست رنج و نیاز. کسی را ندیدم به مرگ آرزوی، ز بیراه و از مردم نیک خوی. چو سالت شده پیر بر شست و یک، می و جام و آرام شد بی نمک. در این بیت حکیم فردوسی داره خطاب با خودش سخن میگه. به گاه بسیجیدن مرگ می، بسیجیدن، آماده کردن، آماده شدن، بسیجیدن مرگ، آماده شدن برای رفتن. چو پیراهن شعر باشد به دی، شعر پارچه نازک ابریشمین هست و دی هم که همان ماه اول زمستان و در اینجا به طور کلی منظور تمام زمستان هست و فصل سرما. به گاه بسیجیدن مرگ می، چو پیراهن شهر باشد به دی، فسرده تن اندر میان گناه، روان سوی فردوس گم کرده راه. فسرده یعنی یخ زده. زیاران بسی ماند و بس در گذشت، تو با جام و همراه مانده به دشت. زمان خواهم از کردگار زمان، که چندان بماند دلم شادمان. که این داستان ها و چندین سخن، گذشته برو سال و گشته کهن. زهنگام گرشاه تایزد گرد. گرشاه در بعضی نسخه ها این گرشاه رو گلشاه هم نوشتند، گفتند لقب کیومرز هست، شاه نخستین، مرکب از گل و شاه. درباره این گلشاه استناد می کنم به سخن پژوهشگر ارجمند استاد محمد دبیرسیاقی که در این باره می گوید اگر گل به کسر اول خوانده بشه پادشاه خاک معنی میده، یا به عبارتی سلطان جهان معنی میده. اگر گل خوانده بشه، به فتح اول خوانده بشه، به معنی کوه هست، یعنی گلشاه میشه پادشاه کوها، ملک الجبال. هر دو وجه رو درباره لقب کیومرث پادشاه نخستین ذکر کردند. زهنگام گرشاه تا یزد گرد، ز گفت من آید پراکنده گرد. پراکنده در این بیت منظور چه هست؟ یعنی همین آثار منظوم یا منصور به نظم و به نثر. این کلام منظوم نه، فقط نثر میتواند باشد، کلام منصور. این گفتار پراکنده‌ای که فردوسی اینها رو در طی سالها گردآوری میکنه برای نگارش و گزارش در شاهنامه. گرد آمدن منظور فراهم کردن و به شعر و به نظم درآوردن.
خب زهنگام گرشات آگزد گرد گفت من آید پراکنده گرد بپیوندم و باغ بیخو کنم بپیوندم منظوم کردن به نظم در آوردن خو یعنی علف هرز بیخو کنم تازه کنم بزدایم بپیوندم و باغ بیخو کنم سخنهای شاهنشهان نو کنم همانا که دل را ندارم برنج اگر بگذرم زین سرای سپنج که نای از دنیا سرای سپنج. خب در اینجا خطبه آغازین گفتار اندر ولیعهد کردن نوشین روان مر هرمزد را به پایان میرسانیم، به پایان میرسد، میرسیم به آغاز داستان. تاج زر به سر گاو سر به دست گفت ناران آن زمان که خواستیم مازندران را فتح کنیم زار آمد که نگذارد عقل و خردش را به رخ من کشید فتح مصر و بربرستان و هاماوران هم که خود ماجرایی دیگر است رستم را هم که قربانش بروم خود را جز عقل قل بودن و ناجی ما بودن و حافظ تاج و تخت ما بودن چیز دیگری نمیدانند مراقب باشی مراقب باشی گیف گودرز زاب رستم و دیگر پهلوانان بویی نبرند که باز هم می آگند چوب لای چرخ ما می گذارند می آگند ما نمی شوند پس تیر و کمان در دست نشست به تخت برای پرواز به آسمان روانه می شوم چشم و باها را باز کنید باز کردند چو شد گرسنه تیز پران عقاب سوی گوش کردند هر یک شتاب شرم 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 همینطور که میرن بالا این تومه رو بگیرن تخت و کابوس رو هم از زمین به بالا میبرند رسید نوک درختای باغ بالاتر این نفس در سینه حبس بالا بالاتر طوری که نوک کوهوک دور دست رو مثل تپه های کوچک میدی که گوید کنون مرد روشن روان زرای جهاندار نوشین روان چو سال اندر آمد به 74 پرندیشه مرگ شد شهریار جهان را همی کت خدایی بجوست که پیراهن داد پوشد نخوست نوشین روان را 6 پسر بود همگی جوان مرد بینا دل و با شخصیت شاهان یا شاهانه جوانانی با فرهنگ پرهیزگار و صاحب نظر از این 6 پسر هرمزد خردمندتر بود و به سن و سال بزرگتر کس را به کارآگهان سپرد که نهانی اعمال و رفتار هرمزد رو گفتار او رو زیر نظر بگیرند از کارهای خوب او از کارهای بد او پادشاه رو آگاه کنند روزی پادشاه نوشین روان خسرو نوشین روان به بزرگ مهر وزیر گفت در دل سخنی دارم رازی که می خواهم با تو در میان بگذارم ز 70 چون سالیان برگذشت سر و ریش مشکین چو کافور گشت چو من بگذرم زین سپنجی سرای جهان را بباید یکی کت خدای کت خدا در اینجا یعنی سرور بزرگ فرمانروا پادشاه در ادامه میگوید برای جانشینی خود باید فردی را انتخاب کنم که با خیش و بیگانه با درویش و توانگر مهربان باشد
بخشندگی بدارد، دل ندهد به گنج آگندن، دل ندهد به این دنیای بی اعتبار. سپاسم ز یزدان که فرزند هست، خردمند و دانا و یزدان پرست، و ز ایشان به هرمزد نازانترم. یعنی چه نازانترم؟ یعنی مفتخرترم، مایلترم، به رای و به هوشش فروزانترم. از بخشایش و بخشش و راستی هرمزد چیزی کم ندارد، رایش پیوسته به نیکی است و نیکوکاری. سزاوارتر از دیگران است برای تکیه زدن بر تخت پادشاهی. هنرها و دانش هرمزد را بسنجید، او را آزمایش کنید، به دانش ورا آزمایش کنید. ببینیم پرسش موبدان از هرمزد و پاسخهای او. چه موهبتی بزرگتر از این؟ ای شاه زمین آسمان، این نور خوشی زد به چشمش، خورشید خیلی رسد، چشمان مرا آزار میدهی؟ بسیار خوب، هر کار میخواهی بکن، تا دمی دیگر همچن زمین و همه آدم هایش اسیر پنجه قوی من خواهی شد. رسید نزدیک ابراهیم، زده به سرش، میگه من خدا، کی؟ کیکاووس گفت من خداوند کیکاووسم. ماوران، مازندران، سکسو، روم، خوشان، چین، همه جا به من باج میدهند. آی خدای آسمان ها، این صدای رعدبرق برای که من طبل جنگ میزنی؟ بگیر، بگیر، من کیکاووس، شاه شاهان، شاه زمین و آسمانم، در جنگ ها و در جستجوی دشمنانم، تا قله کوه ها رفتم، تا پهنه دریاها رفتم. آی خدای آسمان ها، نمیتوانی از من بگریزی؟ کیکاووس در حال جنگ با آسمان، در حالی که این عقاب ها خسته و خونین پر و ناامید از رسیدن به طعمه، قوتشون ساز شد، از پرواز موندن، تخت معلق زنون داره میاد پایی. کیکاووس وحشت زده لبه های تخت رو چسبی، از دان پاک دادم برس، غلط کردم. اوها همینطور که بال بال میزنن نگونسار، سوی بیشه شهر چین آمدند، به آمول به روی زمین آمدند. موبدان انجمن شدند، دانایان، دانشمندان، خردمندان، جهانجوی هرمزد را خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. نخست بزرگ مهر وزیر زبان برگشاد، پرسید آن چیست که جان و خرد از آن روشنی گیرد و تن هم برخورداری؟ هرمزد پاسخ داد دانش، زیرا داننده سرور و مهتر مهان و بزرگان است. با دانش است که مرد ایمنی می‌یابد و دست بدی را می‌بندد. دیگر بردباری و بخشایش است که تن و جان از آن نام می‌گیرد و آرایش. پرسید
از کارهای نیک سودمندتر چیست؟ مرد از چه چیز مقام بلند می‌یابد؟ هرمزد پاسخ داد: آن است که در نیک و بد آزرم کسان بجوید، بکوشد تا بر دل هیچ کس رنجی نرسد. دیگر آن که از تن خود اگر داد بدهد و عدالت را نخست در حق خود اجرا کند، شادی پیوسته خواهد داشت. بزرگ مهر بار دیگر بار به هرمزد گفت: پرسش‌های پیاپی از تو خواهم داشت، حساب آن را با سرانگشت نگه دار. سخن را مگردان پس و پیش هیچ، جوان مردی و داد دادن بسیج. اگر یاد گیری چنان بی گمان، گشاده است بر تو در آسمان. با یاد گرفتن آنها درهای رحمت به روی تو گشاده گردد و جهاندارت آموزگار و خردت روشن و بختت یار باشد. کنون آنچه از عدالت و داد و دادگری میپرسم، تو پاسخ آن بگوی از آنچه به یاد داری. چه در پاسخ است که خردمند از دیگر مردم مشخص می شود و بر آرزوها توانایی می یابد. سخن چون قفل است و پاسخ آن کلید آن قفل. در پاسخ است که بد و نیک معلوم می شود. حال بگو از فرزندان که نزد پدر عزیزند، کدام شایسته اند و آسیب نرسان. به بخشایش دل سزاوار کیست؟ چه کسی مستحق ترحم است؟ کیست که از کرده نیک پشیمان است؟ کیست که سزاوار سرزنش است چون کارهایش مورد بررسی قرار گیرد؟ از جهان کدام جایگاه است که بدانجا گریختن بهتر است از جای آرامی که هنگامه از آن برخیزد؟ زگیتی کجا بهتر آید گریز که خیزد از آرام او رست خیز؟ چرا به روزگاری که در آن هستیم شادیم و از گذشته کدام چیز بهتر است تا آن را یاد بگیریم؟ زمانی که شایسته ستودن است کدام است و ما را چه چیز سودمندی می دهد؟ گران مایه تر کیست از دوستان که از آواز او دل شود بوستان؟ کدام کس را دشمن بیشتر است که بر او بداندیشی و دشمنی کنند؟ از چیزها که مایه پرورش مردم است، کدام چیز است که زود می گذرد؟ ستمگر که نزدیک او شرم نیست، کدام است کش مهر و آزرم نیست؟ فساد در جهان از گفتار که برمیخیزد و دل دوستان از کدام کس پر آزارتر است؟ چه چیز است کان ننگ پیش آورد، همان بد ز گفتار خیش آورد؟ باز شد از پرواز موندن کابوزار و خار بیهوش رفت. اما راز این شگفتی که چرا این جهان، این جهان هستی، کابوس رو تباه نکرد و از این حادثه هم جون سالم به در برد. حکیم میگه سیاوش از او خواست آمد پدید. سیاوش از او خواست آمد پدید، ببایست لختی چمید و چرید. اگر شاه کاووس گشتی تمام، جهاندار خسرو نبودی ز شاه. اگر کیکاووس تمام می شد، نه سیاوش از این تخمه زاده می شد، نه که خسرو نیکنام. جز از بندگی پیش یزدان مجوی، مبر دست در نیک و بد جز بدو. باری کاووس در آن بیشه زخمی گرسنه، تشنه خسته به جای بزرگی و تخت نشست،
پشیمانی و درد بودش به دست، بمانده به بیشن در اون زار خار، نیایش همی گرد حاکم با یزدانه با بیخردی کردم، امیدم به بخشایش توست و بست، به چیز دیگر نیستم دست. باری این پرسش های موبدان و بزرگ مهر حکیم و دیگر اندیشمندان از بامداد زمان گرفت و طول کشید تا غروب. عروس زرین پوش آسمان سر به چاسار مغرب شب فرا رسید. شاه دیگر بزرگان همه غمگین ملول خسته، هرمزد از جای بلند شد. ببینیم پاسخهای هرمزد به موبدان در برنامه آینده، تا بگویم داستان را بیشتر این زمان بگذار تا وقت دیگر.